سلام بیننده های عزیز، ما جاوید مقصودی هستم. در این برنامه با اتفاق همکارم زه بشیر رحمانی ستاسو پچو پرکسی حضیریو. در این برنامه خدمت شما این موضوعات را تقدیم میکنیم. په میلبورن کې د هیواد د خپلواکۍ د 134 کالیزی جشنونه، برنامه یاد بود از استاد واصف باختری، د شیرین او فرهاد د عشق او محبت مکمله کیسه، معلوماتی در رابطه با کنسرت داوود سرخوش در استرالیا، د میلبورن د طبیعت ښکلی انځورونه، خدمات یکی از نهادهایی که برای معلولین کار میکنند، او دیو تکړه زوان سره لندی خبری، همچنان یک پارچه رقص کوتاه توسط یک خانم خارجی با لباس افغانی، او مست موسیقی د دې ټول موضوعاتو د لیدو سره د یو لندی د مینه ورسته. تلویزیون ما صدای قلب شما. پیش از همه از اسپانسرهای این برنامه تشکر میکنیم. از کابل ریسپشن سپاس که با تلویزیون ما همکار هستن، همچنان از پرو تایلینگ ویکتوریا همچنان تشکر میکنیم که اینا با ما همکار هستن، و همچنان از کمپانی پی اس اس که در بخش اندی آی اس کار میکنن و با تلویزیون ما همکاری های خود را اینها ادامه میتن و ادامه خواهند داد. سپاس از این اسپانسرهای برنامه ما. د هیواد د خپلواکۍ 134 کالیزه دی و ټول افغانانو ته مبارک وي. خپلواکۍ د انسان یو فطرتي حق دی چې سبلول لوی ګناه او ظلم دی او اخیستل لوی قهرمانی ده. ماشاءالله ماشاءالله، واقعا دا قهرمانی د توری او په وینو اخیستل کیږي، په توره او قلم ساتل کیږي. دقیقا رحمانی صاحب. بله بله بله، دا ځانګړې ورځ، دا ستره ورځ په د نړۍ په هر ګوټ کې افغانان په مستو جشنونو، په ښکلو لباسونو او مستو اتڼو نمانځي. خوشبختانه په میلبورن کې هم د بشردوستانو ټولنې او د استرالیا د افغان ځوانانو ټولنې په ډېر مستی سره ونمانځل. دقیقا در شهر میلبورن ای دو انجمنی که جناب رحمانی صاحب یاد کردن، جشن استقلال را به زیبایی هرچه تمامتر اینا برگزار کردن، و سپاس از برگزار کننده های این برنامه که چون این برنامه خوب و رنگین را برگزار کردن و همچنان از ما هم دعوت کرده بودن، اندک صحبت هم داشتیم و در خوشی های بی پایان هموطنان عزیز ما هم شرکت کردیم. سپاس فراوان. رضی چی دا پا گرد دخپل و لدون کو سر و بینو. حتما حتما. و این را قبل قرآن فستمع الله و انسیتو لعلکم تفتحون. در وقت زمان طولنا تاسو طول با خدا قرص کوی بخیر رامی خوش آمدین. ویلکم ایلیوان. عشق یکانه من از تو نشان
The freedom and independence was a historical achievement for, it was a historical achievement for Afghan people under the leadership of King Lawan. It really is terrific to be here and absolutely fantastic to see this place filled with children celebrating together in a family environment. Thank you very much, Paul. On behalf of Jack, we're here tomorrow. Actually, he ended up having a motor car accident yesterday, so that our city is known as a city of opportunity, and we believe that each of us has a role to play in building and growing communities, workplaces, and families that embrace and value diversity. یو مسئولیت ده هغه مسئولیت چې موږ د خپل هیوادوال په مقابل لرو موږ د خپل هیواد په مقابل لرو تاسو ته معلوم ده چې موږ داخلي او خارجي دښمنانو او شر د افغانانو په منځ کې د پښتون تاجر روسپا هزاره او نورو قومونو په نامه اختلافات راپیدا کړي دي یو امنیت او استقرار او باثباته هیواد دوباره را نصیب کړي چې موږ تاسو ټول هلته پکې په خوشحالۍ سره په وحدت سره اتفاق سره چا ته مو لاس اوږد نه وي چا ته مو احتیاج نه وي ځوانان به په خپل هیواد کې قدرونه روزي په خپل هیواد کې تعلیمونه حاصلوو نو دا د الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته نصیب کړي is seeing the children and seeing their pride in their community, seeing their pride in their traditional costumes and their pride in their culture. Ladies and gentlemen, distinguished guests, member of the Parliament and respected community leaders. Thank you.
ماشاءالله چقدر همکارای عزیز که در این انجمنها کار میکنن، زحمت میکشن و چقدر خوبی این جشن برگزار کردن و واقعا برگزاری چون این برنامه ها برای ادامه فرهنگ خوب ما بسیار زیاد کمک کرد. بله بله، مرد طول و ویاردی او همیشه دی خدای سرلوری لری. بله دقیقا. دوستان عزیز، شما در جریان هستین که چند قبل استاد بزرگوار ما استاد واصف باختری عزیز از این دنیا رحلت کردند و اخیراً حلقه ادبی کوالا، یک انجمن ادبی است در شهر ملبورن، به خاطر سوگواری و یادبود از کارکردهای استاد واصف باختری برنامه خوبی را آماده کردند. شاعران و نویسنده ها و سایر قلم بدستان دور هم جمع شدند و حرف و گپ و گفت های درباره استاد واصف باختری عزیز داشتند که در او برنامه حضور داشتیم و کوتاه چیزهای تهیه کردیم. والا کوره ودان چی فرهنگیان در ملبورن در داس و اشخاص و پا حقل پروگرامون جوروی او در داس الور شخصیتون او شاعران و لیکوالان و رحلت و ملت او فرهنگیان تا یو لوی زایده. واقعا واقعا خداوند اونا را ببخشه و باقی قلم بدستان و دانشمندان که حیات دارن خداوند اونا را نگاه داره در کنار ما. جنتی فردوس نصیبی. بله، این برنامه را با هم یک جا میبینیم، دوباره برمیگردیم، باقی برنامه ما را تماشا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا، درود بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. تشریف آوری سروران گرامی را به مجلس امشب ما که تحت یادوارگی رحلت استاد بزرگ و استاد سخن در ایران خواجه اجل می گفتن، برای ما در عصر نوین استاد واصف باختری حکم خواجه اجل داشت. در ابتدا از خانم زینب سجادی ما تقاضا می کنیم به جایگاه تشریف بیارن. زندگی نامه استاد بزرگوار که رحلت کردن از این دنیا رفتن و اما یک سرمایه بسیار بزرگ از علم دانش به ما میراث ماندن به خانش میگیرن. سلام و عرض ادب خدمت همه مهمانان گرانقدر. زندگی نامه استاد واصف باختری. استاد واصف باختری شاعر، منتقد، مترجم، ادیب و دانشپژوه نام‌آور زبان فارسی در 24 ماه حوت 1321 خورشیدی در گذر عزیزآباد شهر مزار شریف چشم به جهان گشود. باختری دوران آموزش ابتدایی و بخشی از متوسطه را در دبیرستان باختر شهر مزار شریف و صنف‌های پایانی را در دبیرستان حبیبیه کابل گذراند. او در سال 1342 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه کابل شد. با توجه به استعداد ذاتی و شگرفی که داشت، به خصوص در رشته زبان و ادبیات فارسی، این رشته را تا مقطع کارشناسی با موفقیت به پایان برد و در سال 1345 از دانشکده ادبیات دانشگاه کابل فارغ التحصیل شد و به زودترین وقت به حیث دانشیار در دانشکده ادبیات پذیرفته شد. دا برخه ادامه لری دا یو لندی دا می روسته.